چک خیری، گودرزی، باو، قفوری و دقیقی در مقابل پرسپولیس قرار گرفت. حالا ببینیم در این نیمه چه اتفاقی میفته و کدام تیم میتونه موفق باشه. تماشاگران پرتعداد پرسپولیس در ورزشگاه آزادی که الان چیزی نزدیک به 70,000 نفر هستن، فرصت برای شهرداری و توی دروازه گل برتری تیم شهرداری تبریز با ضربه میثم باو به ثمر میرسه. میثم هر چقدر در نیمه اول ضربات رو بد میزد، تو این نیمه حالا تلافی میکنه، انگار تو رختکن خودش یه بار بازیشو دیده و فهمیده که مشکلاتش کجا بوده. تعداد تبریزی ها و آذربایجانی های حاضر در ورزشگاه آزادی رو هم میبینید و حالا شهرداری تبریز تیمی است که از پرسپولیس در تهران پیش میفته. با ضربه اینجا، این ضربه میثم با اون نگاه کنید دریبل خوبی میزنه، سربالاست، نگاه میکنه و دروازه رو باز میکنه. از این زاویه هم نگاه کنیم کاملا مشخصه که حقیقی اشتباه کرد و در جاگیریش خوب جلو نیومد قرار بدن. اتفاقاتی که در ورزشگاه داره میفته و هنوز چیزی مشخص نیست. یه گل از پرسپولیس میتونه کاملا رنگ ورزشگاه رو عوض کنه، یا برعکس یه گل از شهرداری میتونه دیگه همه چیز رو به ضرر استیگی بکنه. دقیقی، یه فرصت برای شهرداری، حالا موقعیت، توی دروازه. چه گلی میزنه شهرداری، چه گلی میزنه این تیم و چه ضربه ای رو میزنه وریا غفوری. تاق دروازه پرسپولیس فرو میریزه و حالا فریادهای علی دایی رو بشنوید در ورزشگاه. ببینیم تیم پرسپولیس کی به خودش میاد. کریمی کاملا میبینم که اونجا داره بازیکناشو جمع و جور میکنه تا بتونه تیمش رو دوباره برگردونه. تیم بزرگیست این تیم، با این همه تماشاگر میتونه دوباره بازی برگرده. فوق‌العاده بود ضربه وریا غفوری. این بازیکن یکی از اشمندی که داره از دست میره برای پرسپولیس، امتیازهایی که قدر اونها رو در پایان فصل بیشتر خواهند دونست. 4 دقیقه وقت اضافه داریم، فعلا 90 دقیقه تمام شد. یه موقعیت برای پرسپولیس، حالا توی دروازه. بالاخره علی کریمی خودش همون کاری که میخواست بکنه کرد، تنهایی گل زد. چهار دقیقه پرسپولیس برای مساوی وقت داره. گلی که خیلی دیر به ثمر رسید از این بازیکن، از مرد تمام نشدنی فوتبال ایران. صحنه رو ببینیم. اونجا با ضربه سر و به این ترتیب علی کریمی که دروازه رو باز میکنه. البته خب روی همکاری تیمی، ولی واقعا کریمی خودش داره تلاش شاید بیش از یک بازیکن در زمین انجام میده و انگیزه او رو ببینید که توپ از دروازه در میاره تا تیمش باز هم حمله بکنه.